به نام خدا و با عرض سلام، جمعگل سروری هستم، دانش آموز رشته کامپیوتر ساینس و باز هم درسی دوم برنامه کورل رای 2022 را میخوام برایتان تقدیم کنم. در این درس که باقی مانده از درس قبلی ما از بخش تول باکسی کورل رای 2020 است، ماهی آپشن ها را قرار است امروز اول یک تشریح کنیم براتون و بعد عملی کار کنیم یارا. در قسمت تول باکس بعد از آپشن هایی که ما دیروز زیر بحث قرار دادیم، آپشن بعدی است به نام کراپ که با کراپ ما آشنایی داریم. در برنامه های آفیس نیز از آپشن کراپ و همچنین در بعضی اپلیکیشن های گرافیک مثل فتوشاپ یا به خاطر کراپ کردن یا ورداشتن یا قطع کردن یک قسمتی از تصویر یا اشیا یا آبجکت به کار میره، این عبارت از کراپ است. و آپشن بعدی که اینجا وجود دارد آپشن نایف است، که نایف هم یکی از آپشن هایی است که به خاطر قطع کردن یا کات کردن یک آبجکت، البته از مابین یا میانی آبجکت یا شی یا دراوینگ ای به کار میره. ایریسر برای همگی ما و شما معلوم است، ایریسر به معنای پاک کردن، که ایریسر ما و شما تقریبا همو تخت پاک یا پنسل پاک میگیم، به خاطر پاک کردن یک قسمتی از لاین ها به کار میره. و موضوع بعدی ما ورچوال سگمنت است. ورچوال سگمنت لید پاک کردن سایه از تصویری هم به کار میره. بعدش ما قسمت زوم داریم که زوم و شامل دو آپشن زوم این و زوم اوت است که سفر اگر بخواییم بزرگ و خرد بسازیم. موضوع بعدی هند است که وقتی ما مو شکل هند کلیک میکنیم، قسمت اساسی و قسمتی که میخواییم زوم بکنیم تا امو شفافیت و برجستگی تصاویر ببینیم، از هند استفاده میکنیم که شکلی دست دستک. و بعد از او باز ما داریم به نام فری هند تول، و این فری هند تول یک خط مستقیم یا مننی ها را میتونیم توسط زیر رسم کنیم. و بعدش هم داریم به نام تو پوینت لاین، و تو پوینت لاین که است یک خط را که دو جهت داشته باشد را برای ما رسم میکنه. و قسمت بعدی البته بیزیر تول است، که بیزیر تول هم عبارت از یک تولی است که برای رسم کردن خطای مننی در یک زمان ای به کار میره. و قسمت بعدی ما آرتستیک میدیا است. آرتستیک میدیا ابزار گرافیکی و دیزاینی است که برای دیزاینرهای بیشتری به کار میره. و همچنان پین است که شکل قلم با خود داره، رسم مننی یا دهی. وقتی که ما پین باز استفاده میکنیم، در این زمانی که ما خطا را رسم میکنیم، این خطا را جهتایش دیده میتونیم، همزمان زاویه هایش دیده میتونیم که از کدام زاویه با کدام زاویه ما رسم میکنیم. و بعد از او بیسپل سپلاین داریم که رسم مننی ها که در عین زمان یا را کنترول بتانیم، این در جهتی پوینتر یا قسمت پوینتی از تصویر قابل ویرایش میباشد. هر جایی را که ما البته خطا را رسم میکنیم و قسمت قابل ویرایش نیز است. پولی لاین است، رسم لاین هایی که دارای نقطه اتصال است. و دیگه هم داریم تو پوینت کرف، که تو پوینت کرف برای رسم مننی ها در سه قسمت دارای کنترولر است، یعنی در هر پوینتش ما میتونیم کنترول بکنیم میره، که یک قسمت آغاز است که ما از آغاز خط شروع میکنیم بر رسم کردن، یک قسمت میانی که ما توقف میکنیم، و بعد قسمت ختم یا میتونیم گفتن که نقطه آغاز، نقطه مرکزی و نقطه ختمی یک مننی را ما میتونیم تغییرات بدیم. البته چیزایی که اینجا ما تشریح کردم به شکلی ساده و بسیط و البته خیلی شاید پیچیده و یا کمپلیکیتد باشه به خاطر فهمیدن و به خاطر از اینکه هر آپشن و هر تولز ما مؤثر واقع شوه و استفاده و کاربرد زیاره شما بفهمین دوستای عزیز، بیاین که بریم به
صفحه خود کورل درای 2020 و به شکل عملی یاره یک یکشانه مورد استفاده قرار بدیم. این صفحه کورل، صفحه سوم، بریم یک صفحه جدید داریم اینجا دیگه. در اینجا به طور مثال ما و شما یک منانی را رسم بکنیم، از چی استفاده بکنیم؟ از آپشنی از کراپ استفاده بکنیم. در مثال یک کراپ کنیم و ما و شما چقدر از این کار هست؟ این قسمت هم میخواییم چی کنیم؟ کراپ بکنیم، کلیر بکنیم یا کراپ کنیم؟ کراپ کنیم. قسمت را که ما انتخاب کردیم اما برای ما باقی میمونه و قسمت های بعدی از چی میشه؟ ریموف میشه. اینی از کاری از کراپ. دیگه نایف داریم، نایف به طور مثال ما میگیریم، از نایف استفاده میکنیم. این قسمت هم میخواییم چی کنیم؟ ببریم قطع کنیم تصویر. ببینیم توسط شیپ تول میتونیم این رو چی کنیم؟ از قسمتی بریده شده این رو جدا بسازیم به این قسمت و شما خطا بریدیم و این قسمت ازش امرای نایف استفاده کردیم و امرای شیپ تول رو ازم چی کردیم؟ جدا ساختیم. و دیگه داشتیم قسمتی ورچوال سیگمنت. ورچوال سیگمنت استفاده میکنیم. یک قسمت ما چکا کردیم؟ یک قسمت ما شما دلیت کردیم. وقتی بالاش کش کردیم چی شد؟ موضوعی را که ما رسم کرده بودیم داخل صفحه داشتیم آبجکت ما دلیت شد. قسمت بعدی ما ایریزر است. ما ایریزر اگر انتخاب بکنیم این قسمت ما میخواییم ایریز کنیم. میبینیم شما نتایج خو میبینیم. ما میخواییم ایریز چی بکنیم؟ کلانتر بسازیم باشه. چی کدیم؟ ایریز کرد برم پاک. و قسمت بعدی ما زوم داریم. میخواییم زوم کنیم. ببینیم هر قسمت که ما همراه زوم کلیک میکنیم زوم برمونه رو چی کردم؟ بزرگ ساخته میره. ما با زوم این زوم اوت داریم. وقتی ما زوم این زوم اوت میاریم میتونیم زوم خود خوردی ها بزرگ بسازیم بشک. دیگه پین داریم. پین هم چی میکنه؟ پین ما با طور مثال قسمت خاصی از آبجکت میخواییم این ایجاره یک تغییرات بریم بنانامی قسمت برای ما ویزیبل قابلی دید میسازم. دیگه داریم فری هند. فری هند است برای رسم کردن خطی با جهت های مختلف با کار میره. تر مثال میم دیجا در قسمت فری هند میخواییم خطی با این جهت رسم کنیم. خط مستقیم رسم شیفت محکم گرفته یک خط رسم میکنیم بنانه خطی مستقیم تشکیل دادیم توسطی از چی؟ توسطی از خودی فری اند. خب باز اگر بخواییم توسطی تو پایند لاین یعنی از ای از نقطه ای شروع به نقطه بی یک خطی مستقیم رسم میکنیم. درست؟ و موضوع بعدی ما شما بزیر طول است. بزیر طول میتونه که چی بکنه؟ خطایی را بزیر طول میتونه که رسم کردن منانی در یک زمانه با کار ببره که ما شما تونستیم تصدیل بزیر طول و تنم سال میده ما بیدیم استفاده قرار داد. و دیگه قسمتی از پین داریم. پین ما میتونیم خطا را با زاویه های مختلف چی کنیم؟ رسم کنیم. با زاویه های مختلف ما خط رسم کردن میتونیم بر قسمتی که با خواسته باشیم. و موضوع بعدی که داریم به نام دیسپلاین است برای رسم کردن منانی با کار میره که در هر قسمتی رسم کنترولر ها وجود دارن. یعنی ما میتونیم مثلا بی لاین
ببینید. میبینید؟ در هر قسمت یزی چی داره؟ کنترولری وجود داره. کنترولر این قسمت ها رو میگه. میتونیم از این قسمت یاره چی کنیم؟ تغییرات وارد کنیم. و موضوع بعدی ما چی هست؟ که موضوع بعدی ما هست پولی لاین. پولی لاین چطور استفاده بکنیم؟ پولی لاین این لاین ها را رسم کردن، این لاین ها با کار میره که دارای نقطه اتصال باشه که ما میتونیم این را هم از این شکل استفاده بکنیم. هست پولی لاین. و دیگه داریم 3 پوینت کورو است که هم برای رسم کردن خط مننی با کار میره که در سه قسمت نقطه کنترل داره، در آغاز و در ختم و در مرکز. در آغاز، در اینجا و در این قسمت ما میتونیم در مرکزش یه چی کنیم؟ تغییرات کنترل کنیم. خب موضوع دیگه ما آرتستیک میدیا هست که ما و شما این درس هم خوندیم که آرتستیک میدیا چیه. آرتستیک میدیا که شامل هست چی بود؟ شامل هست برش ها بود. وقتی این چطور به طور مثال رسم میکنیم، ببخشین، به طور مثال ما آرتستیک میدیا را انتخاب کردن، یک رسم به این شکل داریم. بعد از اون اینجا انواع برش هاست که ما میتونیم یاره چی کنیم؟ یاره تغییرات وارد بکنیم درش. خرد و بزرگ یاره بسازیم، برش های مختلفی را استفاده بکنیم. از اینجا ما میتونیم تغییرات خود در برسه ها یا در برش استفاده کنیم. به یک قسم برسه هستن اینجا، یه را آرتستیک میدیا میگن.